سلام و ادب خدمت شما شاگردان مکتب هادی به برنامه آموزشی درس کیمیا خوش آمدید امروز فصل پنجم از کیمیای سنف هشتم باخر رسید می خواهیم با هم یک جای سوال های مربوط به این فصل را با هم کار کنیم نمبر ارتباطی برنامه 2964780255413 از این طریق می توانید با ما ارتباط بگیرید قبل از اینکه سوال های آخر فصل را با هم یک جای کار کنیم خلاصه از فصل امروز را با هم مرور میکنیم در فصل پنجوم ما چه ها یاد گرفتیم؟ در این فصل که موضوعش در رابطه با اکساید ها بود ما شما یاد گرفتیم که اکساید ها به مرکباتی گفته می شود که از تعامل اکسیژن با عناصر دیگر حاصل می شود وقتی که یک ماده فرق نمی کند انصور باشد یا مرکب با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود اکساید ها تشکیل می شود به طور اکساید ها بعد دو دسته منقسم می شود اکساید های فلزاد و اکساید های غیر فلزاد با توجه به اینکه که اکسیژن هوا با فلز یا غیر فلز تعامل می کند ما دو او اکساید تشکیل می شود. اگر فلز با اکسیژن هوا وارد تعامل می شد اکسایدی که تشکیل می شد اکسایدی فلزات بود اگر نه، یک غیر فلز با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود اکسایدی که تشکیل می شود یک اکسایدی غیر فلز بود اکسیدیشن را با هم کار کردیم و یاد گرفتیم که اکسیدیشن عبارت بود از قرار دادن یک ماده در معرض اکسیژن هوا که ماده میتونه عنصر باشد یا مرکب وقتی که یک ماده با اکسیژن هوا تعامل میکرد عملیه اکسیدیشن رخ میداد همچنان در رابطه با اکسیدیشن یاد گرفتید که عملی اکسیدیشن با تولید نور و حرارت همراه نبود. همچنان اکسیژن در عملی اکسیدیشن در جریان تعامل از هر انصور الکترون می گرفت. وقتی که اکسیژن با یک ماده وارد تعامل می شد اکسیژن الکترون را از ماده مورد نظر دریافت می یا به عبارتی ماده مورد نظر الکترون از دست میدان و این عملیه هم یک تعریفی دیگه از اکسیدیشن گفته می شد در نتیجه احتراق مواد سوخت انرژی بسیار زیادی به صورت نور و حرارت تولید می شود. در عملیه سوختن یا احتراقی یکی از شاخص های بسیار مهمی که داشت تولید نور و حرارت بود با زنگ زدن فلزات آشنا شدید یاد گرفتید که وقتی یک فلز در معرض اکسیژن هوا قرار می گرفت باعث می شد که بر روی سطح فلز یک لایه اکسایدی تشکیل می شد که این لایه اکسایدی باعث خوردگی و یا تخریب تدریجی فلز مورد نظر می شد که به این عملیه زنگ زدن فلزات می گفتیم خب تا به اینجا خلاصه از فصل پنجم رو با هم مرور کردیم. در ادامه می خواهیم که سوالها رو با هم یک جای حل کنیم. سوالهای آخر فصل شما دارای چندین بخش است که بخش اول در رابطه با سوالهای چهار جواب هستند. از شما خواسته شده است به هر سوال چهار جواب داده شده است که فقط یکی از آنها صحیح است جواب صحیح را انتخاب کنید سوال اول اکسیدیشن عبارت است از الف قرار دادن یک ماده در معرض اکسیژن گرفتن الکترون توسط یک ماده جیم قرار دادن یک عنصر در معرض هیدروژن و دال گرفتن اکسیژن از یک ماده خب با گزینه خوب دقت کنید ما عملیه اکسیدیشن در ابتدای درس در متن درس به شما یادآوری کردیم و با هم کار کردیم که در عملیه اکسیدیشن باعث می شد که اکسیژن از ماده مورد نظر الکترون دریافت کند یا که گرفتن وقتی گزینه ب را دقت کنید گرفتن الکترون توسط یک ماده این جمله غلط است اگر گفتن می شد گرفتن الکترون از یک ماده جواب صحیح می شد گزینه ب پس بنابر این جواب صحیح می شود گزینه الف که قرار دادن یک ماده در معرض اکسیژن است سوال دوم سنگ چونه دارای یکی از فرمول های زر است الف سی ای او ب سی ای او اچ دو و دال سی ای او چهار خب با فرمول سنگ چونه در متن درس آشنا شدید و یاد گرفتید فرمول سنگ چونه سی ای است پس جواب صحیح می شود گزینه جیم سوال سوم کدام یک از فلزات زیر با قرار گرفتن در هوای آزاد و مرتوب بر اثر زنگ زدن بیشتر تخریب می شود؟ الف مس ب کوبالت جیم نقره و دال آهن خب از بین فلز هایی که یا عنصر هایی که در گزینه های مختلف آورده شده است شما در متن درس یاد گرفتید که آهن از جمله فلزاتی است که بیشتر از همه عنصر در اثر رطوبت باعث می شود که زنگ زنم. پس به همین خاطر گزینه دال جواب صحیح می باشد. سوال چهارم قوی ترین انصور اکسیدی کننده در طبیعت عبارت است از الف او دو ب 2 2 دو 2 اف دو دال ایو. خب شما در متن درس یاد گرفتید از چهار عنصر مهم زندگی عنصر اکسیژن از جمله عناصری بود که با عنوان اکسید کننده یا یک ماده تحمض کننده بسیار قوی عمل میکرد پس جواب صحیح می شود گزینه الف سوال پنجم مقدار اکسیژن در هوا بر اساس حجم مساوی است با الف یک بر پنج حصه هوا ب یک بر چهار حصه هوا جیم هشتاد فیصد هوا و دال پنجاه فیصد هوا خب مقدار فیصدی اکسیژن را در هوا ما شما یاد گرفتیم که <تصفح> حدود 20 فیصد یا و عبارت یک بر پنج حصه هوا را تشکیل می داد. پس جواب سعی می شود گزینه الف. خب رسیدیم به سوال های جای خالی از شما خواسته شده است که خانه های خالی را با کلمات مناسب پر کنید اولین سوال از ترکیب اکسیژن با عناصر فلزی و غیر فلزی جای خالی حاصل می شود خب وقتی اکسیژن با فلز یا یک غیر فلز وارد تعامل می شود برای ما اکساید های فلزی و غیر فلزی را تشکیل میداد پس در جای خالی شما نوشته می کنید اکساید فلزی و غیر فلزی. سوال هفتم از تعامل اکسیژن با یک انصر جای خالی تشکیل می شود. باز هم سوال هفتم مشابه به سوال ششم می باشد. وقتی که اکسیژن با یک انصر تعامل می کند برای ما اکساید را تشکیل میدهد. پس داخل جای خالی نوشته می کنید اکساید. سوال هشتم: از تعامل اکسیژن با هیدروژن ماده مهم حیاتی جای خالی تولید می شود وقتی اکسیژن O2 با هیدروژن یعنی H2 تعامل می‌کند برای ما چه تولید میشه؟ مولکولی آب یا H2O. پس داخل جای خالی نوشته می‌کنید H2O یا مولکولی آب. سوال نهم فرمول کیمیاوی سنگ چونه جای خالی است و از تجزیه آن بر اثر حرارت مرکبات جای خالی و جای خالی با وجود می آید. خب فرمول کیمیاوی سنگ چونه را خوب دقت کنید دو بار در سوال های شما ذکر شده. پس نشان می ده که این سوال بسیار مهم است. فرمول کیمیاوی سنگ چونه CaCO3 است. خب از شما خواسته شده است که از تجزیه آن بر اثر حرارت چی مرکباتی حاصل می شود برای اینکه مرکب ببینید که چی مرکباتی حاصل می شود باید فرمول کیمیاوی یا معادله کیمیاوی آن را نوشته کنید با هم رویم یک جای بر روی تخت سیاه معادله مورد نظر را نوشته کنیم خب فرمول سنگ چونه که سی ای او هست را باید خوب با دقت کنید و یاد داشته باشید که این مهم است در اثر تجزیه حرارتی سنگ چونه سی ای تولید می شود؟ سی او او اکساید کلسیم و گاز کاربون دای اکساید خب معادله را توضیح میکنید شما, شما میدانید که معادلات کیمیاوی باید حتما توضیح شده باشد تعداد اتم کلسیم در دو طرف معادله با هم مساوی است تعداد اتم های کربن هم در دو طرف معادله با هم مساوی است تعداد اتم های, های اکسیژن هم در این قسمت سعی کنه سه تا است در قسمت سمت راست هم دو جمع یک می شود سه پس معادله خود به خود توزین شده می باشد این معادله کیمیایی بسیار مهم است باید به ذهنتان بسپارید و به آن دقت کنید سوال دهم ده اکساید ها به روش های جای خالی و جای خالی نامگذاری می شود. ما در متن درس باز کار کردیم با هم یک جای که اکساید ها به دو روش نامگذاری می شود. به روش معمولی و به روش آیوپک. پس داخل خانه خالی اول نوشته میکنید معمولی خانه خالی دوم نوشته میکنید آیو پک. خب رسیدیم به سوال هایی که دارای ستون سوال ها و جواب هستند گفته شده در ستون راست سوال ها و در ستون چپ جواب را شده است شماره جواب هر سوال را در قوس مقابل آن نوشته کنید سوال اول محصول سوخت گاز c 2 h شش است خب به ستون جواب ها دقت کنید برای اینکه جواب مورد نظر را پیدا کنید کافی است که شما سوختن c 2 h شش را که یک الکان می باشد را نوشته کنید باید معادله کیمیاوی آن را نوشته کنید تا که محصولات یا مرکباتی را که حاصل می شود را پیدا کنید. پس بر روی تخت سیاه با کمک هم معادله سوختن C2H6 را نوشته میکنیم. C2H6 یک نوع آلکان هست. تمامی الکان ها وقتی عملیات سوختن را انجام می‌دهند یعنی با مولکول اکسیژن O2 وارد تعامل میشود. محصولات گاز کاربون دایوکساید و آب و یک مقدار هم انرژی و حرارت را که با نماد این نمایش میتریم آزاد میکنند. خب معادله مورد نظر قسمی است. پس وقتی از شما خواسته شد از محصول سوخت گاز C2H6 چی است؟ چی میتونه باشه؟ اینجا کاملا مشخص است. CO2 H2O و یک مقدار نور و حرارت هم تولید می شود. پس بداخل ستون جواب ها نگاه کنید که نمبر چهار نوشته شده است H2O, CO2, حرارت و نور که جواب صحیح شما می باشد. پس عدد چهار را بر داخل قوس در این قسمت نوشته می کنید. سوال دوازدهم اکسیدیشن خانده می شود. خب بسیتون جواب ها دقت کنید. اکساید غیر هست. بی ای او هست یا مگنتیت هست. یا که باختنی الکترون هست. خب اکسیدیشن رو در متن درس یاد گرفتیم یکی از تعاریفی که در رابطه با عملیه اکسیدیشن داشتیم این بود که الکترون از دست میداد پس جواب می شود باختنی الکترون عدد پنج رو به داخل قوس نوشته می کنیم سوال 13 ها CL2 O7 از بین ستون جواب ها BAO است یا که یک اکساید غیر فلز هست CL2 O7 چون در ساختار آن اتم اکسیژن هست پس یک نوع اکساید است CL2 گاز کلورین است اتم کلورین است کلورین ها شما در جدول دورانی یاد گرفتید که یک غیر فلز است پس مرکب مورد نظر یک اکساید غیرفلز هست پس نمبر یک رو به داخل قوس در این قسمت نوشته میکنید سوال چهارده هم خاصیت مقناطیسی دارد مگنتیت یا ای سه او 4 از جمله مرکباتی است که خاصیت مغناطیسی دارد و در ها هم از این مرکب بسیار استفاده میکنیم پس نمبر سه یا عدد سه را به داخل قوس در این قسمت نوشته میکنید سوال پانزدهم هم فرمول کیمیاوی باریم اکساید است باریم اکساید فرمولش باید در ستون جوابها پیدا کنید بی ای او از جمله مرکبات است که نامش میشه باریم اکساید است پس عدد دو را به داخل قوس در قسمت نوشته میکنید رسیدیم با بخش سوال های تشریحی که باید به صورت کامل جواب دهید به سوال های زیر پاسخ مناسب دهید سوال 16 هم یا اولین سوال تشریحی شما گفته شده انواع اکساید ها را به طور مختصر شرح دهید خب ما در متن درس یاد گرفتیم دو نوع اکساید داریم اکساید فلزی و اکساید غیر فلزی اکساید فلزی با اکساید های گفته می شد که فلز با اکسیژن هوا وارد تعامل می شد و اکساید غیر فلزی هم با اکساید گفته می شد که یک غیر فلز با اکسیژن هوا وارد تعامل می شد سوال هفته هم معادلات تکمیل شده و توزین شده تعاملات سوخت زغال سنگ کاربون سلفر مگنزیم و فسفر را بنویسید خب لازم است که چون معادله تکمیل شده و توزین شده را از ما خواسته است لازم است که بر روی تخته سیاه با هم یک جای معادله هایی که از ما خواسته شده را نوشته و توزین کنیم خب به معادله ها خوب دقت کنید از شما خواسته است که این چند معادله را توزین کنید در اثر سوختن کاربون یا زغال سنگ گازی، کربن دی تولید می شود CO2 معادله را اگر توزین کنید تعداد اتم های کربن در دو سمت معادله با هم مساوی است تعداد اتم های اکسیژن هم با هم مساوی است معادله دوم از تعامل سلفر با اکسیژن سلفر دایوکساید SO2 تولید می شود. معادله را اگر توزین کنید تعداد اتم های سلفر در دو سمت معادله با هم مساوی تعداد اتم های اکسیژن هم با هم مساوی است. پس معادله توزین شده است. در اثر تعامل عنصر منیزیم با اکسیژن منیزیم اکساید تولید می شود. او، خب معادله رو اگر توزین کنید تعداد انصار مگنزی در دو سمت معادله یک تاسته با هم مساوی است اما تعداد اتم های اکسیژن با هم مساوی نیست در سمت چپ دو تاسته در سمت راست یک تاسته پس باید معادله رو در این قسمت در یک عدد دو ضرب کنیم که تعداد اتم های اکسیژن با هم مساوی شود چون اتم مگنزیم در این قسمت دارای ضریب دو شد پس یک ضریب دو هم در این قسمت قرار میتیم که تعداد اتم های مگنزی هم در دو سمت معادله با هم مساوی شود معادله آخر را خود دقت کنید شاگردان که بسیار مهم است از شما خواسته شده است که معادله سوختن فاسفورس را نوشته و توزین کنید فاسفورس از جمله عناصری است که در طبیعت به صورت p چهار یافت می شود. یعنی چهار تا اتمی فسفر با هم یک جای می شود و یک مولکول پی چهار را تشکیل می دهد. پی چهار وقتی با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود مرکبی به این صورت تولید می کند. پی چهار او ده. مرکب یا محصولی که تولید می شود پی چهار او ده هست. خب معادله را اگر توضیح کنید تعداد اتم های فسفر است در دو سمت معادله چند تا است؟ چهار تا با هم مساوی است. تعداد اتم های اکسیژن در سمت چپ دو در سمت راست ده تا است. پس باید در این قسمت یک ضریبی پنج. قرار بدید که پنج ضربی دو شود ده با تعداد اتم های اکسیژن که در سمت راست معادله است با هم مساوی شود. پس به این ترتیب معادلاتی که از شما خواسته شده است را نوشته کردیم و با هم توضیم کردیم سوال هجده هم از تعامل کاربون با اکسیژن کدام اکساید حاصل می شود؟ خب این معادله را در اپسیدای حل سوال ها با هم برای تختصی ها نوشته کردیم. لازم نیست که دوباره نوشته کنیم. از تعامل کاربون با اکسیژن گاز CO2 یا کاربون دا اکساید تولید می شد. اکساید کاربون تولید می شد. سوال 19 هم. کدام مرکبات اکساید نامیده می شود؟ اکساید به مرکباتی گفته می شود که یک ماده با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود. سوال 20 هم. نام های مرکبات پی بی او اف ای دو او سه و اس آر او را نوشته کنید. خب برای اینکه نام مرکبات را نوشته کنید باید برای روی تخت سیاه با هم فرمول ها را نوشته کنید و نام آنها را Bir nevi با فرمول های کیمیایی که برای شما برای تختسیان نوشته شده است خوب دقت کنید شاگردان به عنصر سرب که با, با نماد Pb نمایش داده می شود و آهن که با Fe استرانسیم که با Sr نمایش داده می شود هر کدام از انصور ها یک فلز است PbO بی اکساید فلز سرب است Fe2O3 سه اکساید آهن است اس او اکساید فلزی استرانسی هم هست پس بنابراین ما باید نامگذاری اکساید های فلزات را بلد باشیم و در اینجا نام مرکب را نوشته کنیم در نامگذاری اکساید های فلزات در متن درس یاد گرفتید که ابتدا نام فلز مورد نظر را نوشته میکنیم اگر فلز مورد نظر دارای چندین ولانس باشد با عنوان مثال اتم آهن در طبیعت هم به صورت Fe با دو چارج مثبت هم به صورت Fe با سه چارج مثبت است یا عنصر صبح در طبیعت هم به صورت Pb با دو چارج مثبت هم با Pb با چهار چارج مثبت است دارای چندین ولانس است فلزاتی که دارای چندین ولانس باشد بعد از اینکه نام فلز مورد نظر را نوشته کردید داخل قوس در کنار نام فلز نوشته می کنید ولانس مورد نظر رو به زبان رومی و بعد از او کلمه اکساید رو به آن علاوه می خب با توجه به فرمولی که نوشته شده است برای شما می توانید نام مرکب مورد نظر را نوشته کنید مرکب اول نام فلز مورد نظر چی است سرب است خب ولانس عنصر سرب در فرمول مورد نظر چند است چون عنصر سرب دارای چندین ولانس است باید در فرمول نگاه کنید پیدا کنید که ولانس آن چند است به زبان رومی نوشته کنید خب انصور اکسیژن را ما میدانیم در تعاملات کیمیایی در معادلات و فرمول ها دارای چارچی منفی دو است خب انصور صبح هم باید دارای چارچ مثبت دو باشد که وقتی در فرمول چارچها چارچ ها با هم جای به جای می شود می شود پی بی دو او دو که دو با دو ساده می شود می شود پی بی او پس انصور سرد دارای چارچ چند است مثبتی دو یا ولانس مثبتی دو پس دو رو به زبان رومی نوشته می کنیم. دو به زبان رومی به این صورت نوشته می شود داخل قوس و بعد هم کلمه اکساید رو به آن علاوه می کنید. پس میشن سور دو اکساید مرکب بعدی اف ای دو او سه اول نام فلز چیست؟ آهن بعد داخل قوس ولانسان به زبان رومی از عدد سه که در قسمت تحتانی اتم اکسیژن قرار گرفته است ما متوجه می که ولانس اتم آهن چند است؟ سه است سه به زبان رومی قسمی نوشته میشه آهن سه و بعد از او کلمه اکساید رو با آن علامه میکنیم پس نامش میشه آهن سه اکساید مرکب آخر را دقت کنید اس آر او چون از سوره استرانسی هم دارای چندین ولانس نیست پس لازم نیست که به داخل قوس ما ولانس مربوطه را نوشته کنیم فقط نام فلز رو نوشتن میکنیم و بعد از او کلمه اکساید فلز مورد نظر استرانسیم و بعد کلمه اکساید میشه استرانسیم اکساید سوال 21م از سختاندن مراکبی H2S کدام مرکبات حاصل می شود معادله که آن را نوشته کنید خب برای آنکه معادله را متوجه شدید و پیدا کنید که چی محصولاتی تولید می شود باید بر روی سیاه با هم معادله آن را نوشته کنید خب H2S در اثر سوختن H2S چی تولید می شود؟ S O2 سلفر دایوکساید و همچنان مولکولی آب. خب مادله را اگر توزین کنید در سمت راست مادله و سمت چپ مادله اتم های سلفر با هم مساوی است. تعداد اتم های هیدروژن هم در دو سمت معادله با هم مساوی و تعداد آن دو تا تعداد اتم های اکسیژن رو خوب دقت کنید شاگرد ها در سمت چپ معادله دو تا در سمت راست معادله چند تا دو جمع یک می شود سه تعدادشان مساوی نیست پس باید او دو رو در یک ذریب ضرب کنید خوب دقت کنید شاگرد ها توازن این معادله بسیار مهم است و ممکن است شما در توازن معادلات کیمیایی با آن بسیار سر کار داشته باشید او دو را اگر در یک چون در سمت راست معادله سه تا اتم اکسیژن داشتیم او دو را اگر در عددی سه بر دو ضرب کنیم دقت کنید سه بر دو ضربی ز... عددی که در قسمت تحتانی اتم اکسیژن نوشته شده است چند است؟ دو اگر ضرب کنید دو به دو ساده میشه عدد سه باقی میماند تعداد اتم های اکسیژن در دو سمت مادله میشود سه تا با هم مساوی میشه پس ما میتونیم در اینجا ضریب سه بر دو را قرار بیتیم از طرفی شاگردان عزیز شما میدانید که در معادلات کیمیاوی ما حق نداریم که از به سه بر دو یک بر دو یک بر 5 استفاده کنیم صحیح است خب به همین خاطر ما مجبور هستیم کل معادله را در یک عدد دو ضرب کنیم چرا در عدد دو ضرب کنیم اگر در عدد دو ضرب کنیم باعث می شود که سه بر دو تبدیل شود به عددی سه که یک عددی کامل خب معادله رو بر یک عدد دو ضرب میکنیم معادله قسمی میشه. دو اچ دو S جمعی سه بر دو ضرب دو که در اونجا انجام دادیم عملیات شو چند؟ سه سه تا او دو میدهد دو تا اس او دو جمع دو تا اچ دو او خب الان تعداد اتم های یا ها در دو طرف معادله با هم محاسبه کنید با هم مساوی است دو ضرب دو می چهار تعداد اتم های هیدروژن در قسمت راست هم دو ضرب دو می شود چهار تا تعداد اتم های سلفر در سمت چپ دو تا است. در سمت راست هم دو تا است. تعداد اتم های اکسیژن سه ضرب دو می شود شش در سمت چپ سه ضرب دو می شود شش. در سمت راست دو ضرب دو می شود چهار جمع دو اتم اکسیجن دیگه می شود شش. که تعداد اتم های با هم مساوی می شود سوال آخری تشریحی شما اکسیدیشن را تعریف کنید خب اکسیدیشن را در ابتدای درس و همچنان ابتدای سوال ها با هم کار کردیم که اکسیدیشن عملیه اکسیدیشن وقتی رخ میداد که یک ماده چند انصور چی مرکب با اکسیژن هوا وارد تعامل میشد و اکساید ها را برای ما تشکیل میداد عملیه اکسیدیشن با تولید نور و حرارت همراه نبود و همچنان در عملیه اکسیدیشن اکسیژن الکترون را از ماده مورد نظر میگرفت پس تعریفی بود از اکسیدیشن سوال های ما به اینجا به اتمام رسید امیدوارم که سوال ها را به درستی حل کرده باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان باشد